خب در خدمت آقای قربانی هستیم راجع به پیست اسکی شمشگ و مشکلاتی که الان باش داره دست و پنجه نرم میکنه و الان تعطیل شده. خواستیم ازشون سوالاتی بپرسیم، نظر ایشون راجع به پیست اسکی شمشگ. آقای قربانی بفرمایید. اون چیزی که من تو خاطرم میاد، اون زمانی که می آمدن اینجا شلوغ بود، خیلی ها شاغل بودن، من احساس خیلی غرور میکردم، خیلی خوشحال بودم. الان ببخشید وقتی میبینم که جوانای ما بیکار باشن، پیست ما تعطیل باشه، پیستی که تو دنیا معروف بوده، برام خیلی ناراحت کننده است. من از مسئولین، از هر کی که دستن در کار این کار رو هستن، خواهش میکنم که این پیست رو به خاطر شغل، راه اندازی شغل و چجوری بگم و اون چیزایی که میشناسیم، رشد اشتغال، اشتغال اینا راه اندازی بشه که ما خیلی افتخار، پیشرفت توریست، پیشرفت توریست و هر لحاظی که حساب کنی ما افتخار میکنیم که اینجا اگه راه اندازی بشه ما خوشحال میشیم، چون شمشگ شناخته شده است، چون مردمای خوبی داره، مهمون نواز هستن، ما همه رو دوست داریم، خواهشمندیم که این پیست راه اندازی کنیم. دست شما درد نکنه آقای قربانی، خیلی زحمت کشیدید. انشالله که باز مسئولین، حالا مسئولین مربوطه، گوش شنوایی داشته باشن و صحبتهای شما رو حتما بشنون و این پیست رو از این وضعیت نجات بدن. ما هم خیلی ممنون دار. دست شما درد. ببخشید یه خاطره بگم از همون دوره. وقتی اسکی بازای نامدار می آمدن شمشگ، وقتی که اونایی که شناخته شده بودن به حساب این پیشکارهای خودمون، اسکیبازهای محلیمون، آقای فیض‌الله، آقای لطف‌الله، آقای علی آقا اینا یا دیگران که تو ذهنم نیست، وقتی که اسکی میکردن من به عنوان یه تماشاچی، به عنوان یه شمشگی که میرفتم اونجا افتخار میکردم. خب این یه چیزی میشد، یک چی میگن، همفکرین بود، یه جوری بود که آدم تشویق میشد که این سطح اسکیشو، مسابقهشو، تواناییشو ببره بالا. وقتی که هیچ انگیزه ای نباشه، خب اینو من خیلی افسوس میخورم. اما از چند تا کشور می اومدن شمشگ اسکی؟ از همه کشورها می اومدن، از اوتریش، از آمریکا، از شوروی، از خیلی جا، از همه جا می اومدن. فرانسه که اسماعیل خدا بیامرزم فرانسوی صحبت میکرد، من افتخار میکردم که ایشون صحبت میکرد تو پیست. اون مسابقه هایی که برگزار میشد، ما وقتی به عنوان یک بیننده که می رفتیم اونجا افتخار می کردیم که خیلی عالی بود، خیلی شلو بود، خیلی خوب بود. ما دوست داریم که اسکیمون پیشرفت کنه، ورزشمون پیشرفت کنه، همه ی هدفمون این. زمینه های کاری که مثلا اونجا انجام می شد در اون موقع هتل شمشگ، این هم مثلا می تونید صحبت کنید؟ شاغل اونجا زیاد بود، به هوای اینکه خیلی می آمدن از خارجی ها و از شهرهای خودمون، جاهای دیگه. به همون دلیل اینجا شغل زیاد بود، یعنی خیلی ها مثلا مشغول کار تو هتل بودن، تو پیست بودن. این خیلی برامون خوب بود. تو محل هر کسی مشغول شغل و درآمد خودش بود که مثلا خیلی عالی بود، خوب بود. فکرشون همه به ورزش بود، به اسکی بود، به پیشرفت بود، که هر کی رقابت داشت به نوعی پیشرفت داشته باشه. این برای ما خیلی عالی بود. کاروان اسکی هم می اومد دیگه اونجا زیاد. کاروانم می اومد، بله. حتی با هلیکوپتر می اومدن، حتی خیلی خوب بود. خدای نکرده کسی هم آسیب میدید، با هلیکوپتر اینو جابجا میکردن به طرف تهران یا مثلا مراکز بیمارستان ها یا جاهایی که خودشون میدونستن. آره دیگه، الان دیگه فقط باید افسوس خورد دیگه. بله. وقتی مقایسه میکنیم اون زمان رو با الان، جز افسوس و آه حسرت چیز دیگه ای نداریم. مثلا شناخته شده باشه، ورزش روز به روز پیشرفت کنه، این افتخار ما هستش.